به نظر شما اصولا این اقدامی که صورت گرفت، یعنی این رفراندوم، آیا وجاهت قانونی داشت و آیا آن تعریفی که ما از رفراندوم میشناسیم در این مورد مصداق پیدا میکرد؟ یعنی اینکه انقلابی در ایران صورت گرفته و روح الله خمینی و شورای به اصطلاح انقلابش به اضافه آن توافقی که صورت گرفت در دست به دست گرفتن قدرت، یعنی قدرت را، قدرت حکومتی را به دست او دادند در 22 اکتبر، تمام وزارتخانه ها و به اصطلاح روح الله خمینی وارد کشور شد. از آن لحظه ای که در فرودگاه مهرآباد پیاده شد و مستقیما به بهشت زهرا رفت، دیگر این خمینی، خمینی زیر درخت سیب نبود که در فرانسه وعده دموکراسی را میداد. 12 فروردین رفراندوم جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ نظر شما در این رابطه چیست آقای بلدی؟ بفرمایید. بله، عرض به حضور شما، خب جمهوری اسلامی از آغاز تا به حال همینطوری که شما فرمودین، از زیر همون درخت سیبی که وعده های آزادی و دموکراسی به مردم داد، تا کنون جمهوری اسلامی جز خودعه و نیرنگ، جز عوام فریبی و جز دروغ کاری از پیش نبرده. از جمله یکی از مهمترین روزهایی در زندگی مردم وجود داره، همون مسئله 12 فروردین هست که این بار نیست مردم را به پای صندوق‌های رأی کشاندن به جمهوری اسلامی آری یا نه، و قرار بود که هر کس که مایل هست به هر جریانی که دوست داره رأی بده، که شب دیدیم خمینی در صحنه بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. و بدیهی بود مردم که از یک انقلاب وسیع گسترده‌ای برآمد کرده بودند و رژیم گذشته را نفی کرده بودند، بدیهی بود که به رژیم جدید باید رأی می‌دادند. البته خب کردستان میشه گفت، نمیتونم بگم یک پارچه، ولی اکثریت مردم عظیم کردستان و سازمان‌های سیاسی و احزاب سیاسی که وجود داشتند رأی ندادند. نیروهای چپ و نیروهای مترقی و کلن انسان هایی که آزاد اندیش بودن به این رفراندوم رأی ندادند و با عوام فریبی به هر حال هر جوری بود خودشونو تثبیت کردند. و از اون زمان تا کنون ما میبینیم که این رژیم همچنان به این خودعه و نیرنگ خودش دارن ادامه میدن. در آغاز انقلاب خب اعلام کردن که فعلا خرابی های رژیم گذشته زیاده، ما باید آنها را بازسازی کنیم. و بعد دیدیم جنگ شروع شد. با آغاز جنگ هم به مردم اعلام کردن که در زمان جنگ مهمترین مسئله ما جنگ هست و اگر شکست بخوریم کشور ما نابود خواهد شد، و فعلا صحبتی از سازندگی و وضعیت معیشت اقتصادی مردم نکنیم. 8 سال بدین منوال گذشت و در دوره آقای رفسنجانی هم ایشان اعلام کردند که ما 1000 میلیارد کمبود داریم، باید کشور رو بسازیم، باید کشور رو آماده کنیم برای نسل‌های آینده. این 8 سال هم به این نحو گذشت و با این دروغ و عوام فریبی گذشت. در دوره بعد هم دیدیم که آقای خاتمی هم باز هم به یک نوع دیگری مردم را بازی داد، باز به یک نوع دیگری عوام فریبی کرد و ایشان هم کاری از پیش نبردند. تا اینکه نوبت به یک انسان بیمایه، البته خب بدیهی بود همچین رژیمی باید یک انسان بیمایه و یک انسانی با ادبیات لومپنی بر سر کار آمد، آقای احمدی نژاد، و قرار بود که نفت را بر سر سفره مردم ببره،
اما دیدیم که اون لقمه نانی که بر سر سفره مردم بود از مردم گرفتن، ضمن اینی که در دوران احمدی نژاد میزان فروش نفت به مراتب بیشتر و زیادتر از بقیه زمانهای کشور ما بود. این 8 سال هم با تمام دستگیری ها و زندان ها و دربدری ها و فرار مردم از کشور گذشت تا اینکه آقای کلیدساز روی کار آمدن و ایشان گفت که کلید حل تمام مشکلات کشور در دست های من است و من می توانم که تمام این مشکلات را حل کنم. ایشان هم با همین عوام فریبی 8 سال دیگر بر مردم حاکمیت کردند تا اینکه نوبت به آقای رئیسی رسید که اینها به این نتیجه رسیدن که باید یک حاکمیت کاملا، البته همیشه همواره یک دست بوده، ولی این بار یک بسیار جریان بسیار تندرو، یک جریان بسیار خونریزی که در تاریخ جمهوری اسلامی نشان دادن جز اعدام کردن که طبق اعتراف خود اعضای مصر دولت اعلام کردن که این دار و دسته رئیسی جز کشتار و جز اعدام و جز زندان هیچ گونه هدیه‌ای برای مردم ما نداشتن. متاسفانه ما الان هنوز که هنوز داریم عوارض روز 12 فروردین 1358 را داریم و چشمان خودمون داریم میبینیم. اما تلیعه‌ای که در کشور ما به وجود آمده، نسلی که در کشور ما به وجود آمده و آگاهی که در کشور ما به وجود آمده به هیچ وجه حاضر نیست که رفراندوم سال 58 بپذیره و بر علیه اون برخواسته و مسلمان در آینده هم بیشتر برخواهد خواست و ما با یک انقلاب بسیار عظیمی در ایران رو خواهیم بود و افزون بر این که ایران را رهایی خواهد بخشید، من فکر میکنم در منطقه هم یک انقلاب عظیم و بزرگی برپا خواهد ساخت. و الان کشورهای غربی متاسفانه دست به دست هم دادن و مانع از این هستن که یک حرکت دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانهی در ایران به وجود بیاد. این چون این رژیم ها منافع خودشون رو در وجود جمهوری اسلامی میبینن، ما نه تنها چین و روسیه که از قبل ایران میلیاردها دلار سود بردن، در صحنه سیاسی هم سود بردن، کشورهای آمریکا و انگلستان و اروپا هم سود سرشاری رو از قبل جمهوری اسلامی داشتن و بدیهیه که چشم انتظاری نباید از این نیروها داشت که اینها حامی و پشتیبان مردم ایران باشن. آنچه که تاریخ مردم ایران را خواهد ساخت دستهای توانای خود مردم ایران هست و امیدواریم هرچه زودتر به این آرزوی دیرینمون برسیم و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی و سکولاریزم و تمامی اون جوانبی که لیاقت مردم و شایستگی مردم ایران هست در ایران جاری بشه. سپاسگزارم از شما آقای بدیل.